سلام، آیا ماه وقتی کسی نگاش نمیکنه وجود نداره؟ یه وقتی یه درخت توی جنگل داره سقوط میکنه و کسی نیست که صداشو بشنوه، صدایی تولید نمیکنه؟ آیا اجسام و پدیده‌ها وقتی ما نگاهشون نمیکنیم یا مشاهدهشون نمیکنیم وجود ندارن؟ آیا واقعیت عینی بیرون از ذهن ما وجود داره یا اینکه صرفا در حضور یک مشاهدهگر اون واقعیت شکل میگیره و اونم فقط توی ذهن ما؟ جواب دادن به این سوالا شاید به طور کامل در حیطه علوم تجربی نباشه و مجبور بشیم که مباحث فلسفی رو بیاریم وسط تا بتونیم به طور کامل به اونها جواب بدیم. ولی دانشمندان علوم تجربی هیچ وقت از تلاش برای رسیدن به جواب این سوالا دست نکشیدن و بعضی وقتا به جوابهایی میرسن که خیلی هم توجیه پذیر نیست. یحیی طباطبایی هستم و تو این ویدیو میخوام به این تلاش‌های دانشمندان بپردازم و سعی می‌کنم فقط از جنبه مکانیک کوانتومی بهشون بپردازم و خیلی وارد مباحث فلسفیش نشم. با اینکه معمولاً جایزه نوبل فیزیک رو به دانشمندانی میدن که جنبه‌های ناشناخته جهان هستی رو بررسی می‌کنن و قوانین حاکم بر اون رو کشف می‌کنن و در واقع یه جورایی جهان رو برای ما قابل فهم‌تر می‌کنن، ولی در سال 2022 جایزه نوبل فیزیک به دانشمندانی اعطا شد که اثبات کردن جهان پیچیده‌تر از اون چیزیه که ما فکر می‌کردیم. البته طبق معمول رسانه‌ها اخبار مربوط به این جایزه نوبل و این کشفیات رو خیلی اغراق‌آمیز و جور دیگه‌ای جلوه دادن. البته این تیترها دروغ نیست، ولی معلومه که از نظر فهم عامه مردم مفهوم متفاوتی نسبت به اون چیزی که دانشمندان فیزیک منظورشون بوده داره. تو این ویدیو سعی می‌کنم به زبان ساده توضیح بدم که قضیه چی بوده و کوانتوم واقعاً چی میگه و اینکه مشکل انیشتین با علم کوانتوم چی بوده و برنده‌های جایزه فیزیک نوبل 2022 واقعاً اثبات کردن که انیشتین اشتباه می‌کرده یا نه. قبل از شروع بذارید بگم که در ادامه منظورم از واقعیت یا دانش عینی و ذهنی چیه. ببینید، فرض کنید یه توپ توی فضا وجود داره. این حالت واقعی عینی این توپه، یعنی واقعیت این توپ اینه که در این مکان هست. ولی اگه ما دقیقا ندونیم که این توپ کجاست و حدس میزنیم که یه جایی توی این دایره است، اون موقع این فضای این دایره دیگه میشه حالت دانش ذهنی ما از مکان این توپ و دیگه واقعیت عینی نداره، یعنی وجود خارجی نداره این دایره و صرفا یه چیزی توی ذهن ما از مکان احتمالی اون توپ. فیزیک کوانتوم یا مکانیک کوانتومی یا کوانتوم خالی که معمولاً به جای هم استفاده میشن ولی یه فرق کوچیکی با هم دارن، یکی از زیرشاخه‌های علوم تجربیه که به بررسی رفتار ذرات خیلی ریز میپردازه. اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 دانشمندان متوجه شدن که رفتار ذرات ریز مثل فوتون و الکترون و اینها شبیه اجسام ماکروسکوپیک مثل سنگ و توپ و اینها نیست. توی فیزیک کلاسیک اگر شما وضعیت دقیق یک جسم، مثلا سرعت و جرم و مکان دقیق یک سنگ رو بدونید، میتونید وضعیت اون رو در آینده به طور دقیق پیش بینی کنید. ولی توی فیزیک کوانتوم با دونستن وضعیت فعلی یک ذره صرفا میتونیم احتمال بودن اون ذره توی وضعیت‌های مختلف رو در آینده تعیین کنیم. یکی از آزمایشاتی که منجر به مطرح شدن مکانیک کوانتومی شد، آزمایش دو شکاف یانگ بود که توی ویدیوی مفصل در موردش صحبت کردم. ولی اگه بخوام خلاصش رو تکرار کنم، طی این آزمایش پرتوی از نور رو به دو شکاف باریک تابوندن و روی پرده پشت این دو شکاف به جای اینکه دو تا نوار روشن دیده بشه، یه طرح راه دیده میشه. این مشاهده به تنهایی هیچ ربطی به کوانتوم نداره، صرفاً ماهیت موجی نور رو نشون میده. چون اگه ما دو منبع موج داشته باشیم، این امواج میتونن با هم تداخل کنن و جایی که تداخل سازنده دارن روشن میشه و جایی که تداخل مخرب دارن تاریک میشه. وقتی اومدن این آزمایش رو با فوتون‌هایی که به صورت تک تک به سمت این دو شکاف پرتاب می‌شدن انجام دادن، دیدن باز هم طرح تداخلی تشکیل می‌شد که این هم صرفاً نشون می‌داد تک تک ذرات هم خاصیت موجی دارن. بنابراین وضعیت این ذرات رو دیگه نمی‌شد با معادلات فیزیک کلاسیک که ذرات رو یک نقطه با جرم و سرعت مشخص در نظر می‌گرفتن بررسی کرد. به جاش میان اون‌ها رو با یک تابع موج توصیف می‌کنن و تغییرات این تابع موج در زمان رو با معادله‌ای به اسم معادله شرودینگر بررسی می‌کنن که توی ویدیو دیگه به صورت مفصل با جزئیات کامل توضیح دادم که تابع موج و معادله شرودینگر دقیقاً چی هست. این آزمایش وقتی جالب شد که اومدن با یک وسیله اندازه‌گیری ببینن فوتون از کدوم شکاف رد میشه. صرف این اندازه‌گیری باعث شد که فوتون‌ها فقط از یکی از شکاف‌ها رد بشن و بنابراین طرح تداخلی دیگه از بین رفت. تفسیر متداولی که از نتیجه این آزمایش میشه و مورد قبول اکثر دانشمنداست و به اسم تفسیر کوپنهاگی معروفه، میگه که فوتون تا قبل از مشاهده یک وضعیت یا مکان مشخصی نداشته و میتونست همزمان از دو تا شکاف عبور کنه، ولی به محضی که مشاهده میشه که در اینجا یعنی اندازه‌گیری میشه، از اون حالت موجی در میاد و به صورت یک ذره از یکی از این شکاف‌ها عبور می‌کنه. به این اتفاق فروریزش تابع موج میگن و طبق این تفسیر از مکانیک کوانتومی تا قبل از فروریزش تابع موج ذره یک وضعیت واقعی نداره و صرفاً یه چیزیه که با یه معادله ریاضی میشه توصیفش کرد. انیشتین با این ایده مشکل داشت و اسمشو اثر شبهوار از فاصله دور گذاشته بود و میگفتش که نمیتونن این حسگرها سریع‌تر از نور با هم ارتباط داشته باشن و از وضعیت همدیگه مطلع باشن. این موضوع
که هیچ چیزی نمیتونه سریعتر از نور روی چیز دیگه تاثیر بذاره و اینکه اطلاعات بین نقاط مختلف حداکثر با سرعت نور میتونه رد و بدل بشن، یا در واقع به عبارت دیگه هر چیزی تحت تاثیر اجسام نزدیک به خودش فقط میتونه باشه. مسئله ای که توی فیزیک بهش اصل لوکالیتی یا محلیت یا موضعیت میگن. در همون زمان انیشتن در کنفرانسی که تمام فیزیکدانان بزرگ اون زمان توش بودن شروع به بحث و جدل در مورد این موضوع کرد و بعد هم چندین مقاله در این رابطه نوشت که معروف‌ترین اونها مقاله EPR هست که این حروف حرف اول کسایی که اون رو نوشتن. توی مقاله انیشتن و همکارانش با یه سری آزمایش ذهنی به این نتیجه میرسن که کوانتوم به این شکلی که داره مطرح میشه یک نظریه کامل نمیتونه باشه. ساده شده این آزمایش ذهنی به این شکلی که فرض کنیم ما یه جعبه داریم که توش یه ذره هست و این ذره هر جایی از این جعبه میتونه باشه و طبق مکانیک کوانتوم ما فقط میتونیم احتمال وجودش در نقاط مختلف رو بگیم و ذره واقعا مکان مشخصی نداره. بعد این جعبه رو بدون اینکه توش رو نگاه کنیم نصف میکنیم و اون دو نصفه رو از هم دور میکنیم، مثلا به دو تا شهر مختلف میبریم. حالا با نگاه کردن داخل یکی از جعبه ها و دیدن ذره توی یکیشون میتونیم مطمئن بشیم که اون ذره توی اون یکی جعبه نیست. انیشتن میگفت این به خاطر این بوده که ذره در لحظه جدا شدن توی یکی از جعبه ها قرار داشته و فقط ما نمیدونستیم کدوم یکیه، ولی مکانیک کوانتومی میگه در لحظه جدا شدن ذره همون احتمال 50-50 رو داره که توی هر نصفه از جعبه باشه و وقتی یکیشو مشاهده میکنیم همون لحظه ذره از حالت احتمالی موجی در میاد و در یک جعبه ظاهر میشه و دیگه تو اون یکی جعبه نخواهد بود. انیشتن میگفت اگه اینطور باشه باید اطلاعات وجود ذره تو یک جعبه به صورت آنی به اون یکی جعبه منتقل بشه و این یعنی نان لوکالیتی، یعنی ناموضعیت یا نامحلیت، یعنی نسبیت خاص که میگه هیچ چیز سریعتر از نور حرکت نمیکنه نقض شده. انیشتن میگفتش که یه اطلاعاتی وجود داره که ما ازش خبر نداریم و اسمشو گذاشته بود متغیرهای پنهان و اینها هستن که همیشه تعیین میکنن که وضعیت واقعی ذره چیه، فقط ما ازش خبر نداریم و در واقع همیشه اون ذره یک واقعیت عینی مشخصی داره. برای درک بهتر این موضوع متغیر پنهان بذارید یک مثال ساده بزنم. فرض کنید دو لنگ دمپایی داریم که یکیش مال پای چپه و یکیش مال پای راست. این دوتا رو توی دوتا جعبه میذاریم و اونها رو با هم بر میزنیم یا قاطی میکنیم و هر کدوم رو به یک سر دنیا میفرستیم. الان احتمال بودن دمپایی پای چپ توی یکی از این جعبه ها 50-50 و با باز کردن یکی از جعبه ها و پیدا کردن مثلا دمپایی پای راست توی یکی از اونها مطمئن میشیم که توی اون یکی جعبه حتما یه دمپایی پای چپ وجود داره. اینجا هیچ اطلاعاتی بین این دو جعبه رد و بدل نشد و دمپایی هم همیشه یک حالت مشخص رو توی جعبه داشته و عمل باز کردن و دیدن داخل جعبه هیچ جنبه از واقعیت بیرونی رو تغییر نداده. ولی مکانیک کوانتومی کوپنهاگی میگه که اگه ما از یک قالب که میتونه همیشه یک جفت دمپایی با یک لنگه چپ و یک لنگه راست تولید کنه بدون مشاهده دو لنگ دمپایی درست کنیم و باز بدون مشاهده اونها رو توی جعبه بذاریم، توی هر جعبه هر دمپایی توی حالت برهمنهی هم چپ و راست به صورت همزمانه، یعنی همزمان توی یک جعبه هم دمپایی پای چپ وجود داره هم دمپایی پای راست و تا وقتی مشاهده نکردیم توی همین حالت میمونه و فقط وقتی که یکی از اونها رو مشاهده کنیم از اون حالت برهمنهی در میاد و همزمان که یکی از اونها از حالت برهمنهی در میاد و وضعیتش مشخص میشه وضعیت اون یکی دیگه هم مشخص میشه. انگار یک ارتباط آنی سریعتر از نور بین این دوتا وجود داره. با مطرح شدن بحث ذرات در هم تنیده کوانتومی شکل‌های مختلفی از این آزمایش مطرح شد. ذرات در هم تنیده یعنی ذراتی که ویژگی‌هاشون به هم متصله و با دونستن وضعیت یک ذره میتونیم وضعیت اون یکی ذره رو هم بدونیم. مثلا فرض کنید که یه واحد انرژی میاد به دو تا ذره و پادذره تبدیل میشه. مثلا یک فوتون میاد به یک الکترون و پوزیترون که پادذره الکترونه تبدیل میشه. حالا بیاین فرض کنیم که یه ویژگی کوانتومی به اسم اسپین که حالا بعداً توضیح میدم چیه برای فوتون صفره. بنابراین اسپین اون الکترون و پوزیترون باید طوری باشه که مجموعش صفر بشه تا برابر با اون فوتونی بشه که ازش شکل گرفتن. پس اگه اسپین الکترون مثبت 1 باشه اسپین پوزیترون باید حتما منفی 1 باشه و برعکس. پس حتی اگه ما وضعیت اسپین تک تک این ذرات رو ندونیم مطمئنیم که اسپیناشون مخالف همدیگه است. به این ذرات میگن ذرات در هم تنیده. بذارین همینجا بگم که این اسپین به معنی چرخش ذره مثل یک توپ دور خودش نیست. خیلی ساده بخوام بگم میشه گفتش که اسپین در واقع نشون دهنده جذب یا دفع شدن یک ذره توی یک میدان مغناطیسیه. اون مشکل که انیشتن با ارتباط سریعتر از نور بین دو تا نقطه از فضا داشت در مورد ذرات در هم تنیده هم صادقه. یعنی مکانیک کوانتومی میاد میگه که دو تا ذره در هم تنیده رو اگه از هم دیگه دور کنیم تا قبل از اینکه مشاهدهشون نکردیم وضعیت مثلا اسپینشون مشخص نیست و همه حالات رو به صورت همزمان با هم دارن و وقتی یکیشون رو مشاهده کردیم و مثلا اسپین مثبت 1 داشت همون لحظه اون یکی اسپین منفی 1 از خودش نشون میده و در واقع یه ارتباط آنی
بین این دو تا ذره برقراره. ولی انیشتن میگفتش که نه، این به خاطر یه متغیر پنهانیه که توی این ذرات نهفته است و اسپینشون در لحظه جدا شدن از هم دیگه مشخصه، فقط ما نمیدونیم چیه و وقتی که مشاهده میکنیم اون وضعیت مشخص میشه. توی این دعوا اروین شرودینگر که معادله معروفش پایه و اساس مکانیک کوانتومی رو تشکیل میده با انیشتن هم نظر بود و اون آزمایش ذهنی معروف گربه توی جعبه رو برای نشون دادن عجیب بودن نتایج مکانیک کوانتومی و اشتباه بودنش مطرح کرد. یه ویدیو کامل در مورد آزمایش گربه شرودینگر توی کانال هست که میتونید اون رو ببینید. به امثال انیشتین و طرفداراش رئالیست یا واقع‌گرا میگن. از طرفی افرادی مثل نیلز بور، ماکس بور و ورنر هایزنبرگ که در واقع توسعه دهنده مکانیک کوانتومی بودن و از طرفداران دیدگاه کوپنهاگی هستن و میگن که یک ذره تا قبل از اندازه‌گیری وضعیت مشخصی نداره، صرفا یه تابع احتمالاتیه که با معادله شرودینگر و تابع موج قابل توصیفه و وقتی ما اونو مشاهده میکنیم اون تابع فرو ریزش میکنه و ذره یک حالت مشخص به خودش میگیره. این افراد نان رئالیست یا غیر واقع گرا میگن. مطمئنم اینجا برای خیلیتون این سوال پیش میاد که این مشاهده و اندازه‌گیری دقیقاً یعنی چی. خب باید بگم که این مسئله که تحت عنوان مشکل اندازه‌گیری توی مکانیک کوانتومی مطرحه، یکی از مسائل حل نشده کوانتومه و هیچ جواب قانع کننده‌ای هنوز براش وجود نداره. طرفدارای تفاسیر مختلف مکانیک کوانتومی جوابهای مختلفی برای این مسئله دارن. مثلا یه دیدگاه میگه که هر گونه مداخله مشاهدگر یا اون ابزار اندازه‌گیری با سیستم باعث فروریزش اون تابع موج میشه و این فروریزش یک واقعیت بیرونی و مستقل از اندازه‌گیری نداره. و اینکه آیا اون مشاهدگر باید یک موجود آگاه و شعورمند مثل انسان باشه یا نه، درش اختلافه. یه تعبیر دیگه میاد میگه که در واقع چیزی به اسم فروریزش تابع موج وجود نداره و هر بار که ما یه پدیده رو مشاهده میکنیم تمامی احتمالاتی که اون تابع موج پیش بینی میکرده توی جهانهای موازی به وقوع میپیونده. یه تفسیر دیگه میاد میگه که این فروریزش تابع موج صرفا یه امر ذهنیه و صرفا اطلاعات ما رو در مورد اون سیستم بالا میبره و هیچ اتفاقی تو واقعیت بیرونی نمیفته. و یه تفسیر دیگه میاد میگه که این فروریزش ها به صورت واقعی و تصادفی اتفاق میفتن و ربطی به مشاهدگر نداره. با اینکه این موضوع خیلی مهمیه و یکی از اشکالات اساسی مکانیک کوانتومی به حساب میاد که تکلیفش با موضوع مشاهده هنوز مشخص نیست، ولی ما فعلا ازش میگذریم و یکی از ساده ترین اون تعاریف رو به عنوان مشاهده قبول میکنیم. یعنی میگیم که مشاهده یعنی مداخله مستقیم یک عامل خارجی با اون ذره کوانتومی. تا مدت ها این دوتا راه طرفداران خودشو داشت و هیچ راهی برای نشون دادن درست بودن یکیشون وجود نداشت، تا اینکه فیزیکدانی به اسم بل یک راهی برای آزمایش اونها پیشنهاد داد که به تئوری بل یا نامساوی بل معروفه. در نهایت این سه تا دانشمندی که جایزه نوبل سال 2022 رو گرفتن، یعنی اسپکت و کلوزر و زیلینگر، به ترتیب توی سالهای مختلف این آزمایش رو انجام دادن و هر کدوم ایرادات و حفره‌های موجود توی این آزمایش رو برطرف کردن و نشون دادن که انیشتین در مورد متغیرهای پنهان اشتباه می‌کرده و تغییر پنهانی نمیتونه وجود داشته باشه و واقعا وضعیت ذره قبل از مشاهده نمیتونه مشخص باشه. نتیجه این آزمایشات در واقع نشون میداد که جهان ما به صورت لوکال یا محلی واقعی نیست. با اینکه این موضوع با غیر واقعی بودن کل جهان خیلی فرق داره، ولی یک سری از مخالفین رئالیسم یا واقع‌گرایی در واقع اون رو تعمیم میدن به کل جهان و ازش نتیجه میگیرن که کل جهانی که ما توش زندگی میکنیم غیر واقعیه و صرفا یک چیز ذهنیه. ولی چیزی که نتیجه این آزمایشات داره نشون میده صرفا میخواد بگه که میتونه یک ارتباط آنی سریعتر از نور بین اجزای مختلف عالم وجود داشته باشه. تا اینجاش خیلی موضوع عجیبی نیست. ولی اون قسمتی از تفسیر کوپنهاگی که میگه که تا قبل از مشاهده واقعیت عینی وجود نداره رو باید با احتیاط بیشتری رفت سراغش. اینکه یه ذره قبل از مشاهده یه وضعیت مشخصی نداره، یعنی اینکه مثلا اسپینش یا اندازه حرکتش دقیقاً مشخص نیست یا بقیه ویژگی‌هاش رو نمیشه دقیق مشخص کرد، به این معنی نیستش که اون ذره واقعیت نداره. خب تا همینجا به نظرم ویدیو به اندازه کافی پیچیده شد و اول می‌خواستم همینجا ویدیو رو تموم کنم. ولی از اونجایی که میدونم یه سری مخاطبین خیلی دوست دارن و کنجکاون که بدونن این نامساوی بل دقیقاً چیه و چجوری این آزمایشات اومده نشون داده که اون متغیر پنهان وجود نداره، بنابراین در ادامه سعی می‌کنم با یه سری مثال‌های دیگه این قضیه رو توضیح بدم. اگه فکر می‌کنید که حوصله‌اش ندارید همینجا ویدیو رو متوقف کنید، ولی اگر اهلش هستید با هم ادامه بدید. خب پس بیایم ببینیم که چجوری میشه دقیقاً فهمید که متغیر پنهان وجود داره یا اینکه نه، ذرات در هم تنیده به صورت آنی با هم ارتباط دارن و از وضعیت همدیگه مطلعن. فرض کنید دو تا ذره در هم تنیده داریم که اسپین اونها میتونه بالا و پایین باشه. همونطور که گفتم اسپین یه جورایی نشون دهنده جذب شدن و دور شدن از یک حسگره. پس بیاین اینجوری اسم گذاری کنیم. هر وقت ذره به سمت حسگر حرکت کرد یعنی اسپینش بالاست و اگر دور شد یعنی پایینه. و اگه یکی جذب بشه حتما اون یکی جفتش باید دفع بشه. البته این بستگی به این داره که حسگرها رو در یک راسته بذاریم یا نه. یعنی زاویه قرارگیری این حسگرها توی نتیجه‌ای که دریافت می‌کنیم خیلی تأثیر داره.
یعنی مثلا اگه هر دو حسگر رو عمودی بذاریم، خب نتیجه حتما در تمامی اندازه‌گیری‌ها مخالف هم دیگه است. ولی اگر یک حسگر رو عمودی بذاریم و یکی رو با زاویه 120 درجه نسبت به اون یکی، اون وقت اگه یه ذره توی حسگر عمودی بالا بود، جفتش لزومی نداره که بالا یا پایین باشه و میتونه هر دوتا باشه. حالا تعداد زیادی از این ذرات در هم تنیده رو میفرستیم به دوتا آزمایشگاه خیلی دور از هم که نتونن با سرعت نور خیلی سریع با هم ارتباط داشته باشن. توی هر کدوم از این آزمایشگاه‌ها 3 تا حسگر توی 3 تا زاویه مختلف می‌ذاریم. حالا میایم ذرات در هم تنیده رو با کمک حسگرها مشاهده می‌کنیم. اگه با حسگرهای مشابه این کار رو بکنیم، باید اسپین دو ذره برعکس در بیاد و این ربطی به بودن متغیرهای پنهان یا نبودنش نداره. اگه با حسگرهای متفاوت اونها رو مشاهده کنیم، یه احتمالی وجود داره که یکسان در بیاد اسپینشون و یه احتمالی وجود داره که غیر یکسان در بیاد. طبق مکانیک کوانتوم مرسوم که میگه ذره هیچ وضعیت مشخصی نداره و در لحظه اندازه‌گیری تصمیم میگیره کدوم حالت باشه، پس باید احتمال یکی شدن یا متفاوت شدن نتایج 50-50 باشه. ولی اگه ذرات اطلاعات پنهان یا همون متغیرهای پنهانی دارن که از قبل تعیین میکنه که وضعیتشون چیه و در قبال هر حسگر باید چه نتیجه از خودشون نشون بدن، دیگه نتیجه 50-50 نمیشه. بذارید ببینیم چرا. بیاین فرض کنیم طبق اطلاعات پنهانی که ذره اول داره، اسپینش توسط 3 تا حسگر به صورت بالا بالا پایین باید باشه و بنابراین ذره دوم که با این ذره اول در هم تنیده است باید برعکس این باشه، یعنی به ترتیب پایین پایین بالا باشه. این صرفا یک حالت پیش‌فرضه و میتونه حالت‌های دیگه‌ای هم وجود داشته باشه. اینجا اطلاعات پنهان رو به صورت کمرنگ توی پس زمینه میذارم تا فراموششون نکنیم. حالا بیاید حسگرها رو به صورت رندوم انتخاب کنیم و ببینیم چه موقعی نتیجه یکی میشه و کی متفاوت. اگر توی هر دو مکان حسگر یک انتخاب بشه، خب اولی بالا و دومی پایین رو نشون میده که طبیعی بود. حالا بیاید بقیه حالات انتخاب دو حسگر رو به صورت رندوم بررسی کنیم. کلا 9 حالت وجود داره که با توجه به اطلاعات پنهانی که از قبل داشتیم، نتیجه حسگرها با توجه به این اطلاعات مشخصه و توی این جدول میتونید اونها رو ببینید. اگه لازمه ویدیو رو متوقف کنید تا بتونید همه حالات رو چک کنید. اینجا میبینیم که توی 5 حالت از 9 حالت نتیجه متفاوته. اگه شکل اولیه اون ذرات یعنی اطلاعات پنهان رو عوض کنیم و این کار رو تکرار کنیم، میبینیم که همیشه تعداد دفعاتی که نتایج متفاوته بیشتر از 5/9، یعنی حدود 55% میشه. آقای بل که این آزمایش رو مطرح کرده بود به دنبال اثبات این متغیرهای پنهان بود و بنابراین تئوریش رو اینطوری مطرح کرد که در صورت وجود متغیرهای پنهان باید مجموع نتایج مخالف بزرگتر و مساوی 55% باشه. اون نامساوی بل دقیقاً همینه. کلوزر در سال 1969 به همراه یه سری از همکارانش این آزمایش رو اومدن یه ذره تغییر دادن که به صورت ساده‌تری نسبت به آزمایش بل قابل انجام باشه و یه نامساوی دیگر مطرح کردن که البته نقض اون همون نقض نامساوی بل رو هم نتیجه میداد. 3 سال بعد این آزمایش انجام شد و نامساوی بل نقض شد، یعنی نتیجه اون حسگرها 50% اوقات با هم دیگه فرق داشت که کمتر از 55% بود. بعد اومدن حد زدن که ممکنه این حسگرها و نحوه انتخابشون روی نتیجه آزمایش تاثیر داشته باشه. بنابراین آقای اسپکت اومد آزمایش رو طوری تغییر داد که این حسگرها به صورت رندوم انتخاب بشن و این انتخابشون تاثیر رو نتیجه آزمایش نذاره و باز هم این نامساوی بل نقض شد. در نهایت آقای زایلینگر، یعنی سومین نفر از اون برندگان جایزه نوبل، اومد آخرین ایرادات و اشکالات این آزمایش رو برطرف کرد و با تکرار اون باز هم نامساوی بل رو نقض کرد و آخرین میخ رو بر تابوت بحث متغیرهای پنهان زد. این زایلینگر البته اصل کاری که کرده به کارگیری این ذرات در هم تنیده کوانتومی توی کامپیوترهای کوانتومیه. در نهایت دوباره این رو تکرار بکنم که این نتیجه به این معنیه که متغیر پنهان محلی وجود نداره، یعنی متغیر پنهان توی فضایی که حداکثر با سرعت نور بتونن با هم دیگه ارتباط داشته باشن وجود نداره، ولی متغیر پنهان نان لوکال یا ناموزه میتونه وجود داشته باشه، یعنی میتونه یه متغیر پنهانی باشه که با ارتباطی سریعتر از نور به صورت آنی به این دوتا ذره بگه که وضعیتشون دقیقاً باید چی باشه. اگه اینجا براتون این سوال پیش اومده که پس یعنی میشه اطلاعات رو سریعتر از نور منتقل کرد، بعد بگم که نه نمیشه و برای توضیح بیشترش این ویدیو رو که در مورد ارتباطات کوانتومی قبلا ساخته بودم رو ببینید. بنابراین نتیجه این آزمایشات غیر واقعی بودن یا واقعیت عینی نداشتن جهان بیرون نیست. صرفا یکی از نظرات انیشتین در مورد مکانیک کوانتوم نقض شده. علم کوانتوم مسائل حل نشده خیلی زیادی داره و طبق نظر فیزیکدانان بزرگ امروزی نمیتونه یک نظریه کامل باشه. و صرف اینکه نتایجش داره جواب میده و باش دارن کامپیوتر کوانتومی و تکنولوژی های دیگه رو میسازن، به این معنی نیستش که داره حقیقت عالم بیرون رو به درستی برای ما توصیف میکنه. علم باید بتونه حقیقت عالم بیرون رو که بدون شک وجود داره و یک واقعیت عینیه برای ما به درستی توصیف بکنه، نه اینکه صرفا یک ابزاری برای محاسبه باشه و کاری به حقیقتش نداشته باشه.
نظر شما چیه؟ منتظر نظرتون هستم. خدا نگهدار.